بالا بیننده خدا سلام و درود خدمت شما خوبان بیننده های گرامی برنامه چهار بازار. امیدوار هستم که شاد و غبراق و سرحال باشید و ایام بکام. سپاسگزاری میکنم بابت اینکه برنامه چهار بازار برای دیدن انتخاب نمودید و همچنین تقاضامندم که تا آخرین دقایق برنامه با ما همراه باشید، طوری که شما هم مشاهده میکنید برنامه چهار بازار این بار آمد در یک دیگه از فروشگاه ها و بازارهای هرات. میخواییم که یک برنامه زیبایی رو تقدیم شما عزیزان بکنیم، راجب البسه و لباس خانم ها هست و اون لباس اصیل و افغانی که بیشتر خانم های افغانی از او استفاده میکنن. شکوب هست شما عزیزان هم ما را با نگاه های مهربانانه خود همراهی بکنید. بیشتر صحبت خواهیم کرد و در داخل فروشگاه خواهیم رفت و اجناسی و لباسهایی که در اینجا هست به شما نشان خواهیم داد. ما را همراهی بکنید. دوستای عزیز دوباره خوش اومدید به ادامه برنامه. هستیم با شما خوبان و مهربانان، انشاءالله که تا آخرین دقایق برنامه ما رو همراه باشید. طوری که قبلا هم گفتم لباس هایی که در این فروشگاه هست کار دست هست و بیشتر در هرات تولید میشه و جزء لباس های اصیل و لباس های قدیمی که هست که فعلا هم استفاده میشه و جز فرهنگ ما افغانی ها هست. در کنار ما جناب قری صاحب هستن که مسئولیت همین فروشگاه و همچنین کارگاه تولیدی که هست در اینجا دارن. میخوایم یک سلام علیکم داشته باشیم، خودشان هم یک سلام علیکی داشته باشن و معرفی بکنن. جناب قری صاحب سلام و ادب، درود خدمت شما، وقت شما بخیر باشه. سلامت باشین، یک سلام علیکم برای بیننده ها، یک معرفی هم داشته باشین. اسم ارفان الله، خلیفه تولیدی گند افغانی صداقه و بیننده دقیقا در همین جا مسئولیت و مسئولیت دارن. جناب قری صاحب از همین لباس و نوع فرهنگی که در این لباس به کار رفته بگین که چقدر وابسته فرهنگ افغانی ما این لباس ها میتونه باشه. در زمانهای پیش این فرهنگ خیلی چی بود؟ یعنی خیلی مشتری نداشت، خیلی مشتری نداشت و تقریبا دو سال میشه که انشالله تعالی به امید الله متعال خداوند خود از اینا رازق و رزق دهنده و خود از اینا همین کار انشالله تعالی به امید الله عز و جل به شکل خوب در کشور عزیز ما افغانستان رواج داده و این که هست تولید میشه به خود افغانستان و یخنه ها از اینا که هست که خود شما میبینیم بله انواع یخن هایی که در اینجا هسته اینا که هسته و خود اینجا دخته میشه و بیشتری یخن ها از اینا که هست از ولایت غزنی، ولایت کابل و قندار اینا میاید و ما که هست از اونجا میگیریم و اینجا باز تولید میکنیم. خود ما میخن یعنی به خود هرات یعنی جور میکنیم. خب بیشتری یخن ها از ولایت غزنی، کابل، هلمند و قندار میاد و لباس همینجا تکمیل میشه. بلا. از چندین ولایت کار میشه در قسمت یخن هایی که به پیراهن ها و لباس ها به کار میره و جنسی که در اینجا هست ان شاء الله بیشتر توضیح خواهد. جناب قری صاحب در گذشته ها گفتین گذشته های لباس بیشتر فکر کنم در اطراف ها و عشایر اینا استفاده میکردن. بلا به ولایت قندار بیشتر رواج بود و هلمند و غزنی، به هرات رواج نبود. خب تقریبا به دو سال میشه که به هرات هم خیلی رواج شده و انشالله تعالی دیم و اینا کس این لباس ها به کشورهای خارجی مثل آلمان و اروپا و آمریکا اینا از اینجا به ما سفارش میدن، ما برای اینو جور میکنیم میبرن. بسیار عالی، بسیار عالی. بس این همون لباس افغانی خود ما هست. بله. ها لباس افغانی خود ما هست و این آمیخته در فرهنگ ما هست و این که لباس ما در خارج میره و افغان های عزیزی که در اونجا هستن از این لباس استفاده میکنن. انواع جنس ها و دوخت های زیادی هست. از یک قسمت از این فروشگاه با جناب قری صاحب اگر موافق باشین قری صاحب بریم و توضیحات شما رو داشته باشین و رنگ های زیادی هست در این کارگاه تلاش شده سلیقه ها مد نظر گرفته بشه، رنگ های بسیار خوب، تنوع در رنگ ها و در دوخت اینها بسیار بسیار مهم هست که جناب قری صاحب با کادر مجربی که در اینجا هستند این امروز رو مد نظر گرفتن. جناب قری صاحب در این قسمت یک پیراهن هست که فکر کنم جنس از این میتونه چی باشه که در این فکر کنم زری هم به کار رفته. این خانه ها کس ساخت چی ولایت کابل و غزنی اینا میکنشه. پس از اونجا یخن آماده میشه و در این فکر رو مره هم در اون ساخته شده.
خب قیمتی چقدر میتونه باشه؟ قیمت از این تقریبا 7.5 هزار. 7.5 هزار. جنس اینها دیگه نهایت تلاش میکنه جنس خوبه باشه، چون زحمت زیاد کشیده شده و جنس هم باید جنس خوبه باشه. و همچنین در این قسمت فکر کنم که جنس مخمل هستی. بله، مخمل سرخ اصلی از ابریشمی است. کار از کس گلاباتون. خب. و اینها کار دسته. نه، اینو کار دست ما جور میکنیم، اینا که از کار خود ماشین است. آه، کار ماشین هست. بله. و این کار هم در هرات صورت میگیره. بله. و در قسمت متراژی که این جنس ها میبره بستگی به اون متراژ بالایی داره یا پایین داره که قیمت ها تفاوت میکنه و کاری که روی صورت میگیره یا خیر دیگه. گپ به متراژ از اینیه و این کس زحمت بیشتر داره. بله. قیمت این پیراهن چقدر میتونه باشه؟ قیمت از این پیراهن به 15 هزار است. آها. آقای عاطف اگر در تصویر بگیرین و قیمتی هم که گفتند 15 هزار افغانی و طبعا هم داری که مشخص هم هسته، کار زیادی رو از این دوستا انجام دادن و همون خاطر زحمت کشی زیاد و زمان هم بیشتر میبره. اگر دوستایی که همین اکنون بیننده برنامه هستن وقتی تمایل داشته باشن همین گونه پیراهن سفارش بدن که طبعا سفارش هم پذیرفته میشه، چقدر زمان میبره تا یک پیراهن آماده بشه؟ تقریبا این مدل به این مدل پیراهن که آماده بشه مشتری سفارش بده دو هفته در بر میگیره تا آن پیراهن آماده بشه. و همچنین همونطوری که قبلا هم گفتم تنوع در رنگ ها و در جنس ها و در همون تر و دیزاین هایی که هست مد نظر گرفته شده. حالا یک طرح دیگری بسیار طرح بسیار خوبه هست جناب قریص، جنس ای فرق میکنه فکر کنم؟ بله، جنس ای فرق میکنه. جنس ای که اصلا حریر گلدار میگن. خب جنس کار شده و پایین زوکه هست نوار کار شده و بالا زوکه هست چی کار شده؟ چرمه کار شده. خب و یخن زینوکه هست ساخت خود همین هرات میباشه. خب بسیار خوب. این یخن در هرات ساخته میشه و همچنین در این قسمت کارهای زیاده صورت گرفته و کل اون کارها در اینجا توسط دست انجام میشه. خیلی خوب هست. و قیمت این پیراهنی که ساخت هرات هست چقدر هست؟ قیمت از این پیراهن که ساخت هرات 4.5 هزار هست. 4.5 هزار افغانی. جنس هم جنس بسیار خوبه هست و ای که زحمت کشی بیشتر هم شده با 4000 افغانی. و همچنین رنگ دیگری هست پیراهن بسیار خوب با رنگ بندی متنوع که توضیحات غریزه میخوام داشته باشیم. غریزه این پیراهن هم جنسش فرق میکنه فکر کنم؟ بالا جنس فرق میکنه و این هم کس تکه حریر گلدار و پایین از اینا کس بیشترین و نوار کار شده و سینگی از این کس از نوار میکنه. همین پیراهن شامل چند بخش میتونه باشه که با اینا هم یک جا میشه پیراهن آماده میشه؟ یکی خود جنسی که در او هست. بالا شامل 4 بخش میکنه. نواره که در این کار شده؟ نوار کار شده و ساتن کار شده و بازم به این قسمت کس نوار کار شده و اینا کس کجکی میگه و از اینا کار شده و این تکه از هم کس حریر گلدار میباشه و سر از سینه از اینا کس نوار کار شده. خب پس این گلی که در اینجا هست جزء خود همون جنس میتونه باشه و بقیه روی کار شده. قیمت این چند؟ قیمت از 5.5 هزار. 5.5 هزار افغانی. قیمت هایی که غریصه میگن حالا مشتری بیایه بعدن حالا یا بیشتر یا پایین تر دیگه برمیگرده به اون لحظه که شما میخواین خرید بکنیم. رنگ بسیار خوب، رنگ بسیار سنگین تر هم هست و رنگ خوبی هم هست، اما فکر کنم نسبت به اونها شلوغتر نیه و کمتر روی کار شده جناب غریصه. بله. ای پیراهن جنسش همون حریری که گفتیم فکر کنم؟ حریره. بله. حریر هست. دار ساده میباشه. خب پایین از هم کس باز همون نوار کار شده و وسط از یک هست ساتن سبز کار شده و باز ای بالا از یک هست شامل خود همون تکه میباشه. خب این قسمت شامل خود تکه هست و نوار هست و همچنین در قسمت اون یقه‌ای که کار شده. بله. او هم ساخت کجا میتونه باشه؟ او هم ساخت خود هرات. در هرات او هم ساخته میشه. خب از قیمت بگیم؟ قیمت از 3.5 هزار افغانی هست. و همین پیراهن شامل چی میتونه باشه؟ همین پکیجی که هست و یک بعضی ها شال هم داره. بله. این شال داره یا نداره؟ دیگه فعلا شامل این نیست، فعلا مشخص نیست، اما پیراهنایی که بعضی پیراهن در اینجا شال های هم در اونها دیده میشه. بله. بسیار خوب هست و رنگ های زیادی هست در اینجا. وقتی پارچه ها هم نگاه میکنیم پارچه ها پارچه های بسیار خوبی هست. یقینا همون لباس های عشایر که در گذشته ها استفاده میکردن و خصوصا کوچی ها که واقعا لباسشان لباس بسیار خوب، لباس با حجابی هم هست و یاد فرهنگ اصیل افغانستان میفتیم وقتی در این فروشگاه ها میاییم. و اما یک لباس که در کنار ما هست کمکی متفاوت تر هست. برای علاوه
اون شالی که در او هست، فکر کنم یک واسکت هم در این هست جناب غریزه. واسکت که هست مربوط به شادومادم یا باشه. خب. حالا که به امرای عروس سید میشه. خب. پس این همون لباس شاهانه و همون لباس عروسی که در اینجا آماده شده. بیشتری از اینا کس همشیرا به خاطر شب خینه میبرن. خب. و این مربوط به آقا داماد میشه. خب به هر حال آقای عاطف ببینیم که این واسکتی که در اینجا هست و چقدر کار شده روی، بله کار زیاد روی صورت گرفته، اما یک چیز داریم ما بگیم غریص بیننده هم که همی اکنون بیننده هستم، ما آقایان زیاد دنبال شلوغی ها نیم، اما خانم ها واقعیت دنبال همون ظرافت ها میگردن و ای که تر و دیزاین بسیار خوبه در این کار رفته. در این قسمت هم وقت ببینیم و با لباس زنانه که هست ست شده به اصطلاح. اینا جناب غریص قیمتی چقدر میتونه باشه؟ قیمت از این 15,500 و همون واسکت 15,500 افغانی میتونیم که این آماده بکنیم و در محافل انشاءالله که کسایی که از این به بعد به سراغ بخت میرن انشاءالله زندگی خوب خوشی داشته باشن. و همچنین لباس دیگری در اینجا هست، باز همین لباس کمی شلوغتر هسته و این هم فکر کنم حریر است غریزه. بله تکه از این حریر میباشه و پایین از این کست نوار کار شده و با وسط از این هم کست چیفیل کار شده، نوار کار شده و این قسمت مربوط به خود جنس می باشه؟ مربوط به خود جنس می باشه. سرا سینا این هم کست نوار کار شده و یخین از این هم کست اینجا نوار کار شده، ساخت خود هرات هست. ساخت خود هرات هست و قیمتی چند میتونه باشه؟ قیمت از این 3,500. 3,500 و فکر کنم همون رنگ بندی که تنوع در رنگ ها و در تر و دیزاینی که هست 3,500 افغانی. و این پیراهن ها قابل شستشو هم هست؟ جنس خراب نمیشه؟ نه جنس اصلیه. ما که از فروشگاه صداقت جنس انشالله تعالی و طور میل سفارش همون خودمون مشتری که میده ما مطابق سفارش خود از اونو میدازیم بر اینا. جنس اصلی انشالله. خب همچنین جنس هایم که در اینجا هست فکر کنم اینا مربوط به اون کارگاه میشه. جنس های بسیار خوبی هست با رنگوندی بسیار خوب و همچنین پیراهن دیگری هست که فکر کنم این هم بر علاوه که یک شال هم داره همراه همون پیراهن که هسته و این پیراهن بخش‌های مختلف فکرون داره جناب غریزه. پایین از هم کس چرمه کار شده و همچنینی از بخش‌های دو بخش پایین از کار شده، نوارم کار شده و چرمن کار شده و بالا از وسط از کس با ساتن سرخ کار شده و آینه زده و بازم بالا از نوار کار شده و باز بالا طبق چهارم از اینکه هست بازم ساتن سبز، باز با قسمت پنجم از اینکه هست بازم اون نوار کار شده و اون گل هم که هست از خود همون تکه از خود همون تکه میباشه. پس چندین بخش در دامن ای به کار رفته، زحمت بسیاری داره. و این آینه های هم که در اینجا هست، این آینه ها هم در اینجا روی پارچه تسخونده میشه. درسته. و همچنین یک شال هم که در این هست، شال هم یک نوار به کار رفته. خیلی خوب. و این هم ساخت هرات میتونه باشه؟ بله ساخت هرات، یخن از هم ساخت خود هرات. ساخت هرات هست. قیمتی چقدر میتونه باشه؟ قیمت از اینم 3,500 است. 3,500 دلار بیشتر یا کمتر و میتونین که یک لباس بسیار خوب، بسیار با حجاب، لباس اصیل افغانی را استفاده بکنیم و تلاش بکنیم که باز اونمو فرهنگ اصیل خود رو فراموش نکنیم انشالله. یک وقفه خیلی کوتاهی میگیریم با جناب غریص صاحب هستیم. لباس های زیاد در اینجا هستن. وقتی وارد فروشگاه شدم و وارد کارگاه شدم، دوستایی که در اینجا کار میکنن زیاد تلاش میکنن که اونمو فرهنگ اصیل افغانی رو در این لباس هویدا بکنن. مجددا شما خوش آمدید میگم به ادامه برنامه چهار بازار هستیم با شما خوبان و مهربانان. صحبت های جناب غریص که قبلا راجع به همون پیراهن و لباس اصیل افغانی بود و همچنین قیمت هایی که در اینجا بود و ساخت این پیراهن ها که در اینجا انجام میشه و دوست عزیزی هم در کنار ما هستن که اینا هم در کنار همون غریص و با دوستایی که در اینجا هستن مسئولیت و مسئولیت همین فروشگاه رو دارن. سلام علیکم خدمت این بزرگوار داشته باشیم، خود معرفی هم به شما عزیزان میکنن. دوست عزیز سلام و ادب دارم، وقت شما بخیر باشه. سلامت باشین. یک سلام علیکی برای بیننده ها و یک معرفی هم داشته باشین. سلام علیکم، بنده سید براد هستم از ولایت ایران. یکی از کسبی های جند افغانی ایران بیش از 25 سال سابقه کاری داریم.
بسیار خوب، بسیار خوب. این مارکت به جلوی تقریبا 5-6 ساله میشه تا شده باز دیگه با خیر از این 15-20 سال دیگه باز دیگه جاده کنیم میشه دیگه این کس فیلن دیگه کلون شده. یعنی 20 ساله شما در همین فروش و کار همین لباس ها از اصیل و اصالتی لباس ها بگین که قدمت بسیار زیاده داره لباس ها، درسته؟ بله، این لباس دیگه لباس اصیل افغانیه دیگه. در صورت نگاه کنین که بسیار لباس هایی که از قدیم بوده و کلن رسم افغان بوده همین لباس بوده و تامالی هسته هیچ وقت بود نرفته و نمیفته. نه، لباس اصیل افغانی هست. قبلا هم انواع لباس ها را خالصه به ما توضیح دادن، اما انواع زیادی از لباس ها در این فروشگاه هست و در کارگاهی که تولید میشه. اما یک لباسی که امی اکنون من مشاهده کردم، من فکر میکنم که کمی قدیمی تر میتونه باشه. در تر و دیزاین رو نگاه بکنیم، همچنین پارچه هایی که در این به کار رفته و یک کیسه هم اینجا داره. میخواییم که از آقای بپرسیم که این لباس یک قدمت داره یا نه، هم جدیده؟ نه، این لباس پیش از 35 سال قدمت داره. 35 سال همین لباس همین پارچه که بوده؟ همین پارچه که بوده. خب بسم آثار تاریخی میره دیگه. مشخصه آثاری هم که در این به کار رفته یا بعضی چیزهای که هسته کلن قدیمیه کلن. و این لباس ها کیسه نداره؟ نه؟ نداره، نه. این نشون میده قدامت بسار لباس افغانی. آها، اما قدامت تاریخیه لباس افغانی و یک کیسه هم اینجا داره. و جنسی هم که در او به کار رفته جنس بسیار خوبی بوده، اما به هر حال با دست دخته شده، با کوک دست. خب یعنی کلن کار دسته، یعنی اون زمان دیگه ماشین نبوده که کار بکنه. و مشخصه و همین بحث کیفیت دست بوده که از بین نرفته. بله. این فعلا فقط برای نمایش است یا به کرایه یا فروش هم هست؟ نمایش است. همون قدمت کار رو میرسونه کلا در این قسمت فکر کنم مورد دوزی هم شده و کار اینا کلا همه به دسته. بسیار خوب، کار دست و در لباس اصیل افغانی. اما میایم در این قسمت یک لباس با یک رنگ بسیار خوب و یک توضیحاتی در این قسمت داشتیم که از چند بخش این لباس کار شده روی ای و قیمتی چند میتونه باشه؟ قیمت لباس دیگه دیدن تقریبا 6000 6500 دیگه. دیگه بازی که هست لباسی هم مثل کار دسته ولی مثل اونا نیه دیگه، کلا ماشین ساخته شده، اینا ماشینیه، این نوارا ماشینیه کلا. خب بازی یخن دسته. خب یعنی چند بخش با اون نوار کار شده و بعد پارچه هست و یک شال هم به کار رفته و نوارهایی که سر آسین هست و این یخن گفتیم کار دست ها. یخن کار دست، یعنی مورهایی که همه کار شده درست آماده میشه، آماده میشه، درست میکنه همشیرا بخونه. بعد از این ما یخن ها باز که میگیریم بس میکنیم برای این یخن ها. دوست عزیزم قبلا گفتن در غزنی، فکر کن در بعضی ولایت ها دیگه بوده. و این یخن در کجا ساخته میشه؟ این هم در کابل ساخته میشه. در کابل غزنی ساخته میشه. در هرات هم این کار میشه؟ خب خیلی خوب. جناب واسه بعد علاوه این موضوع لباس ها که قیمتشان رو گفتین، اینا استفاده در محافل که هسته بعضی شاید اون توانایی خریدر نداشته باشن و یا اگر بخرم مثلا یک مبلغ زیاد رو روی یک دست لباس بدن، در قسمتی که اینا به کرایه هم داده میشه در محافل یا نه؟ کلا اینا به کرایه داده میشه، اینا که به حساب فروخته میشه به خارج میره کلا. آها، پس استفاده اینها بیشتر فعلا در داخل در محافل اون بحث کرایه هست. اون شب انابنده به حساب یک شب روی یک صدیر میپیشن، گروهی میپیشن. آها، حالا اگر یک قیمتی رو در حد متوسط برای کرایه بگین که مثلا کرایه چقدر میتونه باشه؟ کرایه دیگه از اون ما یک نیم ساعت افغانی 200 افغانی به حساب تا به 500 تا به 600. خب پیران عروس داریم باز بالاتر بیشتر هست. خب جناب آقای در این قسمت که گفتین این پیراهنی که هست در اینجا و این هم همین تر و دیزاین است، اما باز رنگ بندی فکر کنم فرق میکنه. بله، چون لباس های افغانی یک رنگ نمیشه، کلا باید رنگ و رنگ باشه، از هر تر از هر گل باید کارشه. چون گند افغانی کلا متفاوته. بسیار عالی. و چقدر کارگاه و دوستایی که در این بخش فعالیت دارن تلاش میکنن که انمو اصیل بودن لباس افغانی رو در این لباس که میسازن به کار ببرن؟ دیگه باز شاگردا دیگه باید دست چیز خود به کار میگیرن، فکر خود خود باید سعی کنیم به حساب دیزاینای جدیدتر شوختر در بیاریم مثلا برای جلو مشتری. بسیار خوب. و همچنین انواع لباس های زیادی در اینجا وجود داره، اگر موافق باشیم با آقا صاحب در اون قسمت هم آقای عاطف لباس های هست که ما اونا رو هم به تصویر بگیریم. و همچنین جناب آصف در این قسمت با معذرت که من همون جلو و یک لباس دیگری هست که فکر کنم خیلی شلوغ است این لباس.
این لباس بخش‌های مختلف داره، رنگ‌های مختلف هست. جنسی فکرم فرق می‌کنه کلا. این جنس اون مخمل ابریشمی بودی، گل مخمله. خب مخمل جنس گل مخمل بازی قیمت کمی بیشتر از مخمل ابریشمی. باز نوارای که هستن، نوار اینا گل باتون اینا اینا مثل همی، ولی اینا نوارای دست اینا ماشینی هم کلا. خب خب خب. و شامل چند بخش هست و همچنین یخنی هم که به کار رفته فکر کنم. یخنی هم که از این یخنی دستی کنن. خب خب خب. یخنی دستی خلاص تنها فرقی و چیز پارچه اینه. و قیمتی چقدر میتونه؟ قیمت از این طریق من 10,000 یعنی 12,000. خب همین تفاوت قیمت به اساس همون جنسی که به کار رفته، همچنین کاری هم که در واسه یک پیراهن دیگه هم هست که فکر کنم این باز او پیراهن کمی بیشتر جنس به کار رفته و کار بیشتر شده. این پیراهن چگونه؟ این پیراهن هم دیگه به حساب میگم مخمل ابریشمی مثلا کاری که شده رنگای متفاوت بی کار کرده. خب شلوغ هم هست. بعضی چون شلوغ تر دوست دارن گند هم بین کلا باید شلوغ باشه. خب خب متفاوت رنگی و کلا مثلا رنگ سبز و رنگ مثلا قرمز یا سفید کلا رنگ متفاوت هست. این هم همون لباس محفلیه. محفلیه این نوع دیگری هست. لباس به حساب گوری میپوشن. خب یک تعدادی میخوایم به نوعی ست کنن همون لباس خود را، مثلا لباس کوتاه میپوشن 10 تا به درم. آها و این توانمندی هست که در همون کارگاه شما در فروشگاه شما که شما بتونیم برای 4 نفر یا 5 نفر این لباس آماده بشه، برای هر چی خواسته باشه ما میتونیم آماده کنیم برای چند نفری که لازم باشه. بسیار خوب بسیار خوب. و همین زحمت کشی دوستان هست در همه بخش ها و اینکه در تولید لباس افغانی لباس زنانه که تلاش میکنن که همون بحث اصالت سر جای خود بمانه و استفاده از این لباس ها بشه و همچنین یک نوآوری در این لباس ها داشته باشه. تشکر میکنم از شما جناب آقا صاحب و پیام شما رو میخوایم داشته باشیم که چقدر تلاش بکنیم که همون اصالت افغانی خود با همون نجابت بسیار مهمی که هست و بحث حجاب اسلامی که هست مورد رعایت بکنه. تشکر زنده باشم. فقط ما کوشش ما همینه که بتونیم بیشتر رونق بدیم که این پیران لباس بیشتر بین مردم به حساب بیای که ترویج بشه، بله که از این استفاده کنن، چون هم حجاب خوبه هم لباس گند افغانی هم به حساب لباس خود افغانه. بسیار خوب بسیار خوب بسیار پیام خوبی داشتند جناب آقا صاحب در قسمت ازی که همون لباس و اصالت افغانی بسیار مهم هست. ما در علاوی اسلام عزیز که به ما دستوراتی داده که شما لباس های را خصوصا خانم ها و همچنین برای مرد ها لباس های پوشیده بشه که حجاب باشه و همچنین افغان و افغانستانی هم تلاش میکنه با همون فرهنگ اسلامی و افغانی خود لباس بسیار خوب داشته باشه. ان شاء الله که همیشه تلاش بکنیم زندگیتان مملو از خوشی ها باشه و زندگی آرام داشته باشیم با امید آزادی و آبادی افغانستان و حفظ آثار و فرهنگ اصیل افغانی ان شاء الله. تا برنامه دیگر که حضور به هم برسانیم برسیم خدمت شما خوبان، همه شما را به خداوند یکتا و بی همتا میسپاریم. حرف اخیر عزت از اوست، هر که را بخواهد عزیز میکند. عزت زیاد و خدا نگهدار.